سلام، خوش آمدید به این صفحه‌های ویژه. انقلاب کوخنشینان علیه کاخنشینان، توصیف آیت الله خمینی از انقلاب 57 بود، انقلابی که او از دل آن حکومت جمهوری اسلامی را ساخت و حدود یک سال بعد از انقلاب بنیاد مستضعفان تشکیل شد که تعریفش گرفتن از اغنیا و دادن به فقرا بود. بگذاریم که این بنیاد یکی از بحث برانگیزترین فعالیت‌های اقتصادی را در ایران داشته و دارد. در 30 سال گذشته همواره تکیه کلام آیت الله خامنه‌ای هم حمایت از مستضعفان بوده، تا امروز که گفت مستضعفان برخلاف آنچه که امروز به اشتباه به افراد آسیب پذیر و فرودست میگویند، به معنای انسانهایی است که پیشوایان بالقوه عالم بشریت و خلیفت الله در زمین هستند، بنابراین مقاومت نیازمند بنیه معنوی است. در اعتراضات اخیر بر اساس گزارش ها اعتراضات در حاشیه های شهرها، در شهرهای کوچک و مناطقی بود که وضعیت اقتصادی چندان تعریفی ندارد. تاختن این چنینی بر معترضان کم بضاعت آیا به معنای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است؟ در برنامه امروز دو میهمان داریم. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد از پاریس با ماست، و بهرنگ زندی، روزنامه نگار در حوزه کارگری از سیاتل در آمریکا. می‌خواید از آقای زندی شروع بکنم؟ آقای زندی، شما در ایران با گروه‌های مختلف کارگری، فعالان اینچنینی تماس‌های مستقیم داشتید. ممکنه شما به ما بگید آقای زندی که آیا این تغییر ماهیت جمهوری اسلامی سیا از آغاز اینچنین بوده؟ میشه این رو به عنوان یک تغییر ماهیت تعبیر کرد، یعنی نتیجه سیاست‌هایی که ما در حال حاضر می‌بینیم، وضعیت فلاکت اقتصادی، افزایش تورم، موقت سازی نیروی کار، اخراج‌های گسترده و تعطیلی مراکز تولیدی، افزایش ناگهانی قیمت بنزین که بخشی از سیاست شوک درمانی اقتصادی جمهوری اسلامیه، در واقع سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ جمهوری اسلامی رو تبیین می‌کنه. به خصوص با پایان جنگ و آغاز دوره آقای رفسنجانی، این سیاست‌های مشخص صندوق بین‌المللی پول و سفر اونها به ایران در اون دوران و همچنین سیاست‌های بانک جهانی به طور پیگیرانه از طرف جمهوری اسلامی پیگیر شده. یعنی اگر تمام جناح‌های جمهوری اسلامی، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، اختلاف‌های سیاسی و حتی ممکن است در سیاست‌های اقتصادی داشته باشند، بر سر خصوصی سازی و بر سر این سیاست‌ها کاملاً توافق دارند و کما اینکه دیدیم در مورد بخیر، یعنی افزایش قیمت بنزین، این توافق به صورت مشهود آشکار بود. و اینکه به طور مشخص در برنامه چهارم توسعه روی کلمه اجماع واشنگتن که بخشی از سیاست‌های نو لیبرالی جمهوری اسلامی تاکید کرد، اینکه این سیاست‌ها به بن‌بست رسیده و اینکه جمهوری اسلامی مشکل داره در پیش برده این سیاست‌ها رو من در بحث‌های بعدی بهش اشاره خواهم. آیا اسدی، موافقید شما آیا جمهوری اسلامی به خاطر اجرای سیاست‌های نئولیبرالیسم هست که به این مشکلات داره برمی‌خوره؟ هرگز، برعکس. مهمان دیگر هم به لحاظ نظری اشتباه میکنند، هم به لحاظ عملی. آنچه را که مد نظر مهمان دیگرتان هست، همان اقتصاد دولتی است که ایران را به فلاکت نشانده است. یعنی میگویند بعد از این آنچه را که ایشان اقتصاد لیبرالی نام میبرند، باید به آنجایی برگشت که با مصادره و با اقتصاد دولتی زمان آقای موسوی همخوان است. اول این را بگویم که آنچه را که به عنوان موافقتنامه واشنگتن یا یک اقتصاد بازار میگند، این یک کلی است، نه اینکه فقط مثلا بنزین رو گرانتر بکنن. این کجا اقتصاد بازار بنیاد است که اقتصاد آزاد نیست و 60% آن در دست دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های حکومتی است؟ این کجا اقتصاد بازار بنیاد است؟ آنچه که اقتصاد بازار بنیاد است، برای اون که به کوتاهی پاسخ بدم، آن است که در چین آن هم تا اندازه انجام شد و باعث شد که ماهی 1 میلیون نفر از گرسنگی نجات پیدا بکنند. در حقیقت ببینید، آنچه که باعث شد سه قوا با همدیگر بنشینند و افزایش بنزین بدن، این نبود که گفتن ما از این به بعد طرفدار اقتصاد بازار بنیاد بشیم. اگر چنین بود، پیش از آن سراغ بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر شرکت‌های حکومتی می‌رفتن. به این دلیل ساده این توافقو کردن که پول نداشتن. هیچ کدوم اینها نمی‌خواست به تنهایی این زنگوله رو برگردن خودش بذاره. گفت پس به طور کلی ما بنیادن با همدیگه به اتفاق موضع بگیریم، خیلی خوب، ما اعلامش می‌کنیم.
آقای اسدی، شما همونطور که فرمودید طرفدار بازار آزاد هستید و خب ناچار طرفدار آزادسازی قیمت ها، ولی مشاهده میکنید که هر باری که صحبت از آزادسازی قیمت ها در به این شکل شده با اعتراضاتی، حالا کمام این دفعه خیلی شدیدتر بود، ولی با اعتراضات این گونه مواجه هستیم، پاسختون به اون چیه؟ بله، بسیار پرسش به جایست خانم. دلیلش این است که این اقتصاد بازار رو آزاد نکردن. هر جا که دیگه بنیشون نمیرسه فشار رو بر روی مردم میذارن. حتی اون جاهایی هم که در دوران گذار، مثلا مثل لهستان، از اقتصاد دولتی، همون که مد نظر مهمان دیگر هست، به اقتصاد بازار بنیاد میخواستن گذر بکنند، اول بنیادها رو، نهادها رو درست میکردن، بعد کم کم قیمت رو آزاد میکردن. اون وقت چون رقابت آزاد بین شرکت‌های آزاد انجام یافته بود، مرغوبیت کالا بالا می‌رفت و قیمت‌ها پایین می‌آمد. باز هم می‌تونید به لهستان مراجعه کنید. اما اینا اقتصاد بازار آزاد نیست. اینا هر وقت که کمبود دارن، از جای دیگه کم نمی‌کنن، هزینه رو روی دوش مردم می‌ذارن، چنانچه به تدریج یارانه‌ها رو از مردم برمی‌دارن. بذارید از آقای زندی بشن. آقای زندی، آقای اسدی می‌فرمایند اینها اجرای نئولیبرالیسم نیست. کاری که دارن انجام میدن در واقع این هستش که میخوان از جیب مردم پول بردارن. اتفاقا نئولیبرالیسم ادامه لیبرالیسم نیست. این چیزیه که به اشتباه جا افتاده و با اون به اصطلاح مفاهیم لیبرالی خیلی فاصله داره. به مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی تشکل‌ها، همونطوری که هایک یکی از بزرگترین تئوریسین‌های نئولیبرالیسم میگه، حتی مخالف وجود سندیکاهای کارگری و میگه که این تداخل ایجاد میکنه در سیستم بازار. و من معتقدم که ما نمیتونیم بر اساس ایمارش ها صحبت کنیم و باید بر اساس فکت و سند صحبت بکنیم که فرضیه اولیه که ایران سیاست های نئولیبرالی رو داره پیگیرانه دنبال میکنه رو با یک فرضیه آلترناتیو رد کنیم. ما هیچ آمار مشخص و فکت مشخصی وجود نداره که بگیم ببینید در نئولیبرالیسم ما یک سیاست‌های مشخصی نداریم که بگیم در شیلی یه مدل پیاده میشه، در آمریکا یه مدل پیاده میشه و در ایران یه مدل پیاده میشه. بر اساس اقتصاد، بر اساس فرهنگ، جغرافیا و تاریخ هر کشور نئولیبرالیسم برنامه‌ها و سیاست‌های خودش رو پیش می‌بره. من یه مثالی براتون می‌زنم. شما آزادسازی قیمت‌ها و موقت‌سازی نیروی کار رو بعد از جنگ در سال 1370-74 که منجر به شورش گرسنگان در اسلام شهر شد با الان مقایسه کنیم، الان 90% قراردادهای کار قراردادهای موقته. وجود شرکت‌های پیمانکاری در بستن قراردادهای نیروی کار رو در نظر بگیریم. بعد بحث دولت اینه که در نئولیبرالیسم یک شکلش اینه که دولت به عنوان یک بنگاه وارد رقابت اقتصادی میشه، نه به عنوان نقشی که در دولت داره. اینکه ما هنوز در ایران این مدل غربی نشده، کورپوریشن ها و شرکت های فراملیتی بزرگ وارد ایران نشدن، دلیل بر این نمیشه که ایران سیاست های نئولیبرالی رو پیگیری نکرده و ما به طور مشخص وضعیت فلاکتبار اقتصادی رو نتیجه این سیاست هایی میبینیم که در هفت تپه منجر به خصوصی سازی این مرکز تولیدی و تعطیلی اون میشه، شرکت بزرگی رو مثل آزرا و هپکو عراق به اون وضعیت دوچار میکنن. ولی نتیجه این سیاست ها به طور مستقیم مشخصه. آقای اسدی، نظر شما رو هم بشنویم. میفرمایند که اجرا شده و دلیلش همین هست. خانم اجازه میدید من یه سوالی بکنم ببینم تعریف ایشون از نئولیبرالیسم چیست و من حتما در این مورد پاسخ میدم. بفرمایید آقای زندی. خب ببینید، نئولیبرالیسم اگر بر اساس اون چیزی که فرضیه‌ای که آقای اسدی در نظر بگیرن ما بیایم نئولیبرالیسم رو تعریف کنیم، یعنی عدم دخالت دولت، آزادسازی قیمت‌ها، رقابت در بازار و غیره، اون چیزی که آقای اسدی برمی‌شمارن در واقع اون چیزیه که آدم اسمیت و ریکاردو بهش باور داشتن و بازار آزاد بود و نتیجه سیاست‌هاشو در دهه 30 دیدیم. این یک تغییر مشخصی به وجود اومده در این اندیشه. در واقع نئولیبرالیسم فراتر از سیاست یک جهان بینیه و اصول مشخصی داره، از جمله اینکه آزادسازی قیمت‌ها، موقت‌سازی نیروی کار، خصوصی سازی گسترده، تبدیل روابط انسان‌ها به کالا و تبدیل افراد به کالاست و هر جا که سود و منفعتی باشه، چه محیط زیست، چه آموزش،
و چه جاهای دیگه که به طور مشخص در ایران وضعیت آموزش و دانشگاه‌ها که کالایی شده رو می‌بینیم نئولیبرالیسم دخالت می‌کنه و خودش رو نشون میده. در واقع تعریف نئولیبرالیسم با اون چیزی که من مد نظر دارم برای شما بردم. عرض می‌خوام آقای اسدی صداتون نرسید. بله اگر اجازه میدید من الان بگم. ببینید اولا میفرمایند نئولیبرالیسم با لیبرالیسم فرق داره و بعد وقتی مثال میزنن میگن همونه که اسمیت و ریکاردو، یعنی بنیانگذاران لیبرالیسم. این وقتی که کسی نئولیبرالیسم و لیبرالیسم از درون کتابهای هواداران مارکس و مارکسیسم بخواد تعریف بکنید جز این نمیشود. در مورد در حقیقت وقتی هم که تعریف میخوان بکنن هر چی که بده میگن این نئولیبرالیسمه. حالا گیرم نئولیبرالیسم باید تعریف کنن بگن این نتیجه‌هاش چرا، ولی ایشون که تعریف نمیکنن هر چی که بده میگن اونه. در مورد خصوصی سیتهایی که گفتن، ببینید اینها بارها ما در این مورد مقاله نوشتیم و گفتگو کردیم. ما هیچ در درون جمهوری اسلامی خودشون میگن که اینها خصوصی سازی نیست، اینو به امر خصوصی آقایون تبدیل کردن. خصوصی سازی یعنی یک بازار آزادی باشه، رقیب‌ها بتوانند پیشنهادهای خودشون رو به طور آزادانه بدهن و شرکت‌های دولتی رو بگیرن. این که اختراع جدیدی نیست، در کل دنیا شده. این اکثر این آقای اسدی، پس بذارید من اینجا سوال مطرح بکنم. آیا فکر می‌کنید مشکل عمده این هستش که اینها می‌خوان یه کاری رو بر اساس نئولیبرالیسم انجام بدن اما در نهایت اون رو درست انجام نمیدن؟ آیا شما فکر می‌کنید؟ هرگز خانم، این به همون اندازه این اقتصادهای بازار بنیاده که انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی دموکراسیه. هرگز اون نیست. شما ببینید خانم گرامی، دموکراسی یک بنیادی دارد که نماد، یکی از نمادهای آخرینش رأی به توی صندوق انداختن. حالا چون رأی تو صندوق انداختن میگن خب اینجا ما دموکراسی داریم. چون این نیست. پیش از آن یک صغرا و کبرایی دارد، مقدمه‌ای دارد. اقتصاد بازار بنیاد یعنی آن که اقتصاد از دستگاه دولتی سوا بشود و به طور مستقل جامعه مدنی بتواند داد و ستد بکند. وقتی گزارش های خود مجلس هست، وقتی گزارش های خود آقایون پایوران نظام هست که 40-60% اقتصاد ایران دست دولته، اون وقت گیرم یه جایشو بگن ما حالا آزادسازی قیمت کردیم. اصلا به لیبرالیسم ربطی نداره. اول باید اون نهادها آزاد باشن، این رقابتها آزاد باشه، از جمله باید قیمت گذاری آزاد باشه. پس بنابراین با همون حرف من شما موافقید که دارن نئولیبرالیسم رو اجرا میکنن اما درست اجرا نمیکنن، یعنی دموکراسی رو به شکل نه خانم گرامی، نه اصلا نئولیبرالیسمی نیست. ببینید شما وقتی که شرکت نفت دست آقایون قیمتشو بالا پایین میبرن، این چه ربطی به نئولیبرالیسم داره؟ باید کسی که قیمت نفت رو میده، قیمت یک کالایی رو میده، به این مسئله دقت کنید، کسی که قیمت یک کالا رو میده باید آزاد باشه، رقابت با او هم باید آزاد باشه. شما وقتی که کل یک کالایی در دست یک نفره، این میگه حالا من قیمت رو آزاد کردم 10 برابر میکنم. کجا آزاد کردی؟ 10 برابر کردی، 3 برابر کردی. این زمانی کسی میتواند بگوید که آزادسازی قیمت ها وقتی است که پیش از آزاد کردن قیمت ها رقابت آزاد باشه، همه بتونن رقابت کنن. اون وقت اجازه بدید با این جمله تموم میکنن، اون وقت اگر کسی به خودش اجازه بده قیمتشو بالا ببره، رقیب ها سهم بازارشو میگیرن، اون میشه اقتصاد بازار بنیاد. حالا من از واژه لیبرال و لیبرالیسم استفاده نمی کنم، بازار بنیاد. ولی تا قبل از اون موقع کل نفت در دست آقایون. یه بار میگید لیبرالیسم، یه بار میگید نئولیبرالیسم، به هر حال تکلیف چیه الان؟ اقتصاد ایران به سمت سیاست های لیبرالی یا نئولیبرالی؟ دوست گرامی دولتگرای من، شما بودید که از لیبرال شما آقای اسدی، من طرفدار طبقه کارگر و حاکمیت شمایی برتونیدم. و طرف خواهش میکنم با هم صحبت نکنید. بله باید تو حرف من ندوند. بله عرض میکنم که من فاصله بین لیبرال و نئولیبرال نمیبینم. این اختراعی است که دشمنان لیبرالیسم کرده اند، به ویژه کسانی که لیبرالیسم از درون ادبیات چپ زده خواندند. آقای زندی، دفاع شما چیه؟ اقتصاد بازار بنیاد استفاده میکنم. بفرمایید آقای زندی، شما بفرمایید. من برخلاف اون چیزی که خب به هر حال تئوریسین های نئولیبرال ایرانی در غرب، یه اتفاق دیگه ای میفته. شما به گزارش سازمان ملل و بانک جهانی در سال 2016
رجوع کنید که در اون گزارش صریحا مشخص شده که ما با یک جهان نابرابرتر با اختلاف طبقاتی بیشتری روبرو هستیم و این در واقع نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی در کل دنیاست. اون چیزی که به هر حال طرفداران آقای اسدی و طرفداران اندیشه نئولیبرالیسم میخوان در ایران اجرا کنن، در واقع ما نتیجه فاجعه بارش رو در عراق دیدیم. شما قبول دارید که از آغاز انقلاب این بحث همواره مطرح بوده که جمهوری اسلامی در تلاش، اصلا یکی از کارهایی که بلافاصله بعد از انقلاب انجام شد این بود که بنگاه‌هایی که صاحبش مردم بودن رو همه رو دولتی اعلام کردن. غیر از اینه، بنابراین میشه گفت که این چرخه از روز اول در ساعت اول بعد از انقلاب آغاز شد. ببینید قطعاً، یعنی اون چیزی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد نه با گوادلوپ نه با خمینی و غیره، در واقع با رهبری کارگران نفت به پیروزی رسید و خب تا این دستاورد رو جمهوری اسلامی بتونه عقب بزنه چندین سال طول کشید و این دولتی سازی ها و در واقع من از کلمه ملی کردن استفاده می کنم، دستاورد مستقیم مبارزات طبقه کارگر و انقلابی بود که اتفاق افتاد. ولی خب شما ازش دفاع میکنید، به نظر شما کار درستی بود؟ بله، ملی کردن متعلق به مردمه، نه متعلق به شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های دولتی که بتونه هر بلایی رو سر محیط زیست و سر اون چیزی که برش مالک هستن به وجود بیاره. ولی اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که این دستاوردها کم کم عقب رونده شد، به دستاوردهای طبقه کارگر و مبارزات کارگران تعرض شد و این سیاست‌ها به خصوص پس از جنگ. من اون وضعیت رو مثبت نمیدونم، نمیگم که اتفاقا وضعیت فلاکتبار مردم در دهه 60 هم نتیجه سیاست‌های برنامه ریزی و کنترل شده اقتصاد دولتی بود. من طرفدار اقتصاد کنترل شده و دولتی نیستم، ولی وضعیت فاجعه بارتر این بود که وقتی که مردم در مقابل اقتصاد دولتی قرار میگیرن، گرفتن حق از اقتصاد دولتی تبدیل میشه به حق، ولی وقتی که این حق رو از بنگاه‌های خصوصی میگیرن تبدیل میشه به دزدی. این فرقیه که در مبارزه با اقتصاد دولتی و مبارزه با اقتصاد خصوصی در ایران موجوده و مردمی که در خیابون حضور دارن و کارگرانی که در خیابون حضور دارن به خوبی این رو درک میکنن و میفهمن. خب من میخوام یه مقدار راجع به همون مردمی که تو خیابون هستن صحبت بکنیم، برای اینکه بحث ما با توجه به این اتفاقات اخیر معنا پیدا کنه. آقای اسدی، شما فکر میکنید که اینها کی بودن در خیابان؟ بخش عمده ای از اینها گفته میشه در حاشیه شهرها هستند. از طرف دیگه ما تحلیل هایی رو میشنویم که میگن که جامعه متوسط در ایران به شدت داره فقیر میشه و به سمت فقیر شدن پیش میره. بنابراین نمیشه دقیقا مرز گذاشت و گفت که این کسانی که مشکل دارن و مسئله اقتصادی دارن و ممکن است اعتراض بکنن لزوما مال طبقه هستن که به هر حال درآمد پایینی دارن، ممکن است که در واقع درآمد پایینی دارن و متعلق به اون طبقه اجتماعی هستن که مثلا ممکن است تحصیلات آنچنانی نداشته باشن. الان کسانی مشکل دارن که مثلا فارغ التحصیل دانشگاه ها هستن و بیکارن و از این دست. آیا شما فکر میکنید که این نوع در واقع معترضان تأثیری در این اون چه که در خیابون ها مشاهده کردیم داشته؟ اینکه در واقع اعتراضات معیشتی و مدنی به نوعی با هم تلفیق شده باشه؟ بدون شک. ولی منتها ببینید این ویژگی نبوده که باعث بپاخیزی مردم و اعتراضات مردم شده است. یک مخرج مشترکی بین معترضان بوده است و آن این بوده است که کسانی بودند که دستمزد بگیر بودند یا باید دستمزد بگیر می بودند و نتوانستند بشن. مثل همین که فرمودید، ما حدود 3 از 4 دانش آموخته در ایران که این دانش آموخته است، این باید بتونه کار بکنه، دستمزد داشته باشه و زندگی خودش رو اداره بکنه و بیکاره. این به ویژه ما بزرگترین، این آماری هم که بهتون میدم جالبه، از جمله اولین بیکاران دانش آموخته در ایران کسانی هستن که در مورد اقتصاد دانش بنیاد یعنی دیجیتال فارغ التحصیل شدن و نیز کسانی که در مورد زیست بوم فارغ التحصیل شدن، یعنی جایی که در خارج ایران اینها موتورهای اقتصاد نوین هستند، در ایران اینها بیکارن. خب یا اینا بودن یا کسانی بودن که دستمزد، حالا اگر بگیرن دستمزدشون به اندازه افزایش هزینه ها نیست. و چون اینها به دو تغییر مهمی که ما از بپاخیزی های پیشین تا بپاخیزی های الان میبینیم این است که کم کم آنچه که به زیر سوال میرود توانایی نظام دولتی
ولایی هست برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی. از همین است که کل نظام و سیر سوال میبرند. در نتیجه مخرج مشترک این بپاخیزی ها دستمزد بگیران یا کسانی که باید دستمزد بگیر بودن و نیستن هست. البته ویژگی های دیگه هم داشتن، ولی چون موضوع برنامه اینه من به همین بسنده میکنم. ممنونم اسدی. آی زندی، در سالگرد قیام جلیقه زردها در فرانسه هستیم. من میخوام ببینم که آیا شما همبستگی بین این اعتراضات از مثلا فرانسه تا آمریکای جنوبی تا ایران میبینید؟ قطعا این نتیجه مشخص سیاست هایی که اقتصاد دوره حاضر و سرمایه داری به یک دوره جدید به اسم نئولیبرالیسم شیفت کرده و تمام دولت های در دنیا مجبور هستند که این سیاست ها رو اجرا بکنند. و تناقضی که در جمهوری اسلامی هست این است که این عادی سازی رابطه با غرب شروع نشده و رقابتی که اپوزیسیون راست هم با جمهوری اسلامی داره اینه که میگه که من بهتر میتونم این سیاست ها رو به پیش ببرم، ولی نتیجه مستقیم این سیاست ها رو ما در لبنان، در عراق، در پاکستان، در بنگلادش، در ویتنام میبینیم. و من اتفاقا صحبت آقای اسدی رو در این مورد قبول دارم که مسئله بیکاری و مسئله پایین بودن دستمزدهای نیروی کاره و این اتفاقا بخشی از سیاست‌های نئولیبرالیه که نیروی کار رو ارزان نگه می‌داره و اتفاقا بر اساس همین شاخص ما میتونیم بگیم که موفق شده جمهوری اسلامی که نیروی کار رو برای ورود بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های تولیدی ارزان نگه داره. برجام بخشی از این پروژه بود. پس ببینید آقای زندی، بنابراین شما میفرمایید که اغلب کشورها در دنیا دارن سیستمی رو اجرا میکنن که از طرف نهادهای بین المللی و جهانی بهشون دیکته میشه، مثل مثلا IMF و بانک جهانی فلان. شاید فکر نمیکنید به این دلیل اینها اجرا میکنن که شیوه ای هست که جواب داده؟ شما مثلا مقایسه میکنن مثلا الان کره جنوبی رو با کره شمالی، رفاه مردم در کره جنوبی بیشتر یا در کره شمالی، یا رفاه مردم در کشورهایی که سیستم ها آزاد هستن بیشتر یا کشورهایی که نیست؟ خانم غازی‌زاده اتفاقا مورد درستی اشاره کردید در مورد مسئله رفاه اقتصادی. اون چیزی که نئولیبرال ها وضعیت مردم رو باهاش میسنجن جی دی پی، تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص هاست، یعنی به ضریب جینی و به مسئله رفاه اقتصادی توجهی نمی کنن. این ارزیابی شماست، اما ارزیابی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر اساس جی دی پیه. ما وضعیت فلاکت اقتصادی رو در شیلی، نئولیبرالیسم در شیلی با خون ریختن خون هزاران انسان به سر کار اومد، اجرای سیاست های آقای فریدمن در دانشگاه شیکاگو. همین اتفاق هم در کشورهای دیگه افتاد و به نوعی با خون ریزی و با دسپوتیزم همراه بود، ولی اجرای این سیاست ها به معنای رفاه اقتصادی مردم، رفاه اقتصادی آحاد جامعه نیست. آقای اسدی، شما موافقی با این حرف اینکه این سیاست هایی که دیکته میشه از طریق نهادهای جهانی سیاست هایی نیست که لزوماً به موفقیت اقتصادی کشورها منجر بشه و در بعضی از کشورها مصیبت ایجاد کرده؟ خانم، پاسخ به این مسئله ساده تره تو بخوایم به این بحثای ایدئولوژیک بپردازیم. نگاه بکنید مهاجرت از کجا به کجا صورت میگیره. ببینید مهاجرت مثلا از این کشورهایی که مورد نظر آقای زندی است به فرانسه و آمریکا صورت میگیره یا برعکس. گیرم جلیق زردها یک اعتراضی در فرانسه دارن و در کشور دموکراتیک بازار بنیاد همیشه این اعتراضها هست، اما هیچ وقت مهاجرت کردن برن کوبا. خب بذارید آقای اسدی یه مقدار پس دقیق تر نگاه بکنیم. شما مثلا در اسکاندیناوی هم کشورهایی هستن که مردم درش به راحتی زندگی میکنن، در آمریکا هم در بخشهایی از جامعه آمریکا مردم خیلی خوب زندگی میکنن، بخشهای فقیر بسیار فقیر هم هستند که وضعیتشون بسیار ناگوار هست. شما کدوم نسخه رو توصیه میکنید؟ نه، اون اگر اجازه میدید خانم یک بحث دیگری است. اینو باید دید وقتی شما اقتصاد بازار بنیاد دارید، گستردگی آن میتواند از اسکاندیناوی تا امریکا برود. آنچرا که بعضی وقتا، خب آقای زندی چنین نکردند، ولی بعضی وقتا دوستان چپگرا که میکنن میخوان کشورهای اسکاندیناوی رو جزو اون مقوله اقتصاد چپ بذارن، در حالی که چنین نیست. اینها گوناگونی های مختلف اقتصاد بازار بنیاده که با توجه به نیروهای اجتماعی که دارن، شکل دموکراتیکی دارن، میخوان برگزار بکنن. این مال گستردگی اقتصاد بازار بنیاد. اما آن چرا که ما با آن مخالف هستیم و بیشتر مد نظر
آقای زندی هست که میگویند این اقتصاد دولتی همینطوری که هست باقی بماند، اما برادران بروند، رفیقا بیایند. اجازه بدید آقای زندی خیلی کوتاه دفاع بکنه. آقای زندی بفهمید. من معتقدم اتفاقا آقای اسدی به نکته مهمی در مورد مهاجرت‌ها اشاره کردن و سیل بحران پناهندگی که به وجود اومده اتفاقا نتیجه مستقیم سیاست‌های جنگی دولت‌های نئولیبرال به خصوص در خاورمیانه است که این مهاجرت‌ها اتفاق می‌افته و سیل از و وضعیت فلاکت اقتصادی است. وقتی کسی که در کشورش زندگی می‌کنه بیکار با آزادسازی قیمت‌ها و با موقت‌سازی نیروی کار روبروست به کشورهای دیگه میره، اونجا هم با وضعیت بهتری مواجه نخواهد شد. صحیح. چون در همون کشورها هم این سیاست ها به طور پیگیرانه دنبال میشه. متشکرم از شما آقای زندی و آقای اسدی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه هم همراه شدید. برنامه فردای ما صفحه دوی آخر هفته در ساعت موعود خودش در شب تهران همراه شما خواهد بود. به ما بپیوندید. شب و روزتون خوش.